این جلسه میخوایم با گیت های منطقی آشنا بشیم. برای گیت های منطقی، برای اینکه با گیت های منطقی آشنا بشیم و بدونیم که چجوری عمل میکنن، باید جدول سهم اونها رو بلد باشیم. یه جدول سهم میکشیم، متغیر آ و متغیر بی رو براش تعریف میکنیم و اگر خروجی گیت رو میخوایم به دست بیاریم، براش تابع گفت رو در نظر میگیریم. خب به قرصه میکنیم، میگیم که اگر این آ باشه و این هم بی باشه، این رو میاریم مثلا به یک گیتی به نام اند میدیم و خروجی گیت اند رو میدیم به یک لام اسمش رو هم افت. خب بررسی میکنم، میبینیم در حالت صفر صفر، یعنی هنوز هیچ کلیدی زده نشده، خروجی تابع احتمال خروجی گیت اند ما صفر است. ورودی بی رو یک میکنیم، پس در حالتی که صفر یک هست، خروجی ما باز همونطور که مشاهده میکنیم صفر. ورودی ای رو یک میکنیم و ورودی بی رو صفره، همونطور که مشاهده میکنیم باز خروجی رو صفر خواهد. اگر هر دو ورودی رو یک کنیم، همونطور که مشاهده میشه خروجی ما یک خواهد شد. به همین سادگی گیت اند تونستیم جدول صحتش رو بکشیم و بگیم که چطور داره عمل میکنه. پس این شد جدول صحت گیت اند. گیت بعدی گیت اور خواهد.